سلام و برعکس اوستاشن و سرکارشی هستم و خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه، ویدیوی بررسی گابلین وورد به علاوه گابلین کوین گابلین وورد که میشه همون گابلین کوین جرنی اگه اشتباه تلفظ نکنم، که میخوایم کامل بررسیش کنیم. حالا این ویدیو رو الان دارم ساعت 7:20 دقیقه میگیرم، سریع به بحثی که کارش تمام میشه آپلود میکنم که برای آخر شب میخوام یه ویدیوی دیگه بگیریم. بریم سراغ بررسیش. بگو سلام. اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن، اینجا رو. سلام، خوبی؟ خوبی. ویدیوی بابامو بایست لایک کنید. لایک کنید. اینجوری کن، لایک لایک کنید. برمونید تو برم بچه. بریم سراغ گابلین وورد آپدیت که گفتیم یک مود جدیدی که بازی اضافه میشه، در موردش میخوایم الان کامل صحبت کنیم و عرضم به خدمتتون مرحله مرحله بریم جلو. خواهی بری پیش ماما؟ آره. برو بابا برو. ببخشید بچه. حالا وسطاش برو بابا برو پیش ماما. وسطاش پاوز میکنیم یه وقتی یه جایی رو نفهمیدیم که براتون ترجمه کنم درست بذارم ویدیو رو، چون این ایرادتون واقعا بهم منطقیه، ولی خب این که برم عقب بخونم یادم نمیمونه، خدا شده حافظم یا حافظه کوتاه مدت من ریده است. بچه ها عرضم به خدمتتون دوشنبه 17 ژوئن، یعنی دو روز دیگه، امروز شنبه است، فردا نه پس فردا، دوشنبه 17 ژوئن آپدیتمون میاد و عرضم به خدمتتون گفته سایزش یعنی زیاد نیست، حجمش زیاد نیست و دیگه اینجا عرضم به خدمتتون خب چیز خاصی توش نیست، اینجا چیز خاصی توش نیست. گابلین کوین جرنی، گابلین کوین جرنی که تو ویدیوی ظهر اگه ندیدید حتما ببینید، کامل در موردش صحبت کردیم. یک مود جدیده که به بازی اضافه میشه و تو این مود، حالا بچه‌ای که ندیدن توضیح میدم سریع، تو این مود شما دیگه کینگ تاور ندارید، گابلین کوین دارید، گابلین کوین تاور دارید و اون دوتا پرنسس تاور دیگه پرنسس تاور یا دگر تاور یا کنینر تاور نیست، دارت گوبلینه که حالا میخوایم کامل بررسیش بکنیم. خب بچه ها من این مرحله مرحله گفتیم این جلو، تو این تیکه خیلی نکته جالبی گفته، این مود بازی دائمی نیست، خودش هم گفته، گفته این مود بازی دائمی نیست ولی مشخص هم نیست چند سیزن باشه، فعلا هستش ولی دائمی نیست و جوایزشو میتونید بگیرید که برای پیشرفتتون خیلی خوبه. ببینید مشخص هم بود، ببین چرا اینو میگم که دائمی نیست، به خاطر اینکه کی ترافی رود بازی میکنه؟ فقط اونایی که به 9000 نرسیدن بازی میکنن. خب اگه بخواد بیاد یه مود جدید بازی اضافه کنه، به نظر من منطقیه که از کاپ 9000 که آرنای 15 نمیدونم 16 میشه 20 میشه 30 میشه فکر کنم 21 و 2 میشه، از کاپ 9000 که آرنای 20 22 میشه میتونه بیاد آقا بگه آقا از اینجا به بعد گابلین کوین جرنیه، یعنی شما تو این مود بعد بری بازی کنی، این منطقی تره و خودش هم اینجا گفته آقا این دائمی نیست. 4 تا آرنای جداگونه داریم، کلن کاپش کاپیک سقف کاپش مثبت 3000ه، یعنی فکر کنم تا 3200 اینا باشه، بچه‌ها تو چنل تلگرام که گذاشته بودن، حالا طبق این ما میریم جلو. آرنای اول گولد ماینه که از کاپ 0 تا 999، آرنای دو از مود پیت از 1000 تا نزدیک 2000، آرنای 3 اسکرپ یارده که از 2000 تا 2999 و آنکسترال پلیس کاپ آرنای 4 میشه، کلن 4 تا آرنا داره و گفته آقا 100 ترافیش هم 3000ه، 3000ه بچه ها، سقفش 3000ه و عرضم به خدمتون مثل پس آف لجند میمونه، که چرا مثل پس آف لجن میمونه؟ هر آرنا یه لولی داره، مثلا تو آرنا یک شما لولتون 9 و اِوولوشن ندارید، یعنی تو آرنا یک لول 9 لول کارتاتون، مکس لولش 9 ولی اِوولوشن ندارید. آقا من کارت لول 8 دارم میتونم استفاده کنم؟ بله میتونی استفاده کنی ولی لولش 8ه. آقا کارت لول 14 دارم میتونم استفاده کنم؟ بله میتونی استفاده کنی ولی لولش سقفش 9. اینو مد نظر
داشته باشید. آرنای دوم مکس لولش 11، یه دونه اسلات پشمام، سه اسلات داریم بچه‌ها، سه تا اِوولوشن میتونیم استفاده کنیم، دره خطر رو میده. آرنای 11 لولا 11 ولی اِوولوشن اسلات یکیه. آرنای 3 آرنای 2 ببخشید اونجا بعد میگفتم آرنای 2 آرنای 3 مکس لول 13 و یه اسلات اِوولوشن داریم و آرنای 4 مکس لول 15 و سه تا اِوولوشن اسلات داریم که سطحشو دارید میبینید. حالا ترافی رود نمیتونیم بهش بگیم، این گابلین کوین جرنی روده دیگه، ترافی چیزی به اسم ترافی رود نداریم، ترافی رود خودش یه مقوله جداگونه است. گفته the final reward goblin queen emote that can be obtained at 340 ترافی. یعنی میگه آقا شما تو کاپ 3400 یه ایموت میگیرید که مربوط به این داستانه، پس سقف میشه 3400، نه 3000 نه 3200. خب ببخشید. نیو کارت گابلین کوین اند بیبی گابلینز. خب میگه آقا گابلین کرس، گابلین ماشین و گابلین دمولیشه رو شما میتونید تو این داستان استفاده کنید و بازش کنید. خب ما خودمون بچه با بچه‌مون لج میکنیم دیگه، وای به حال بقیه. عرضم به خدمتتون میگه تاور تروپه گفته the last one، یکی از اسپیشیال تاور تروپا بیبی گابلینه. خب که هیت پوینتش 3052، دمیج پر سکندش 136، تقریبا مثل پرنسس تاوره و دمیج معمولی 109 تو لول 11 ها. هیت اسپیدش 8 دهمه، زمینی و هوایی رو میزنه و رنجش هم 7.5. این یکی از تاور تروپا هست برای اون مودا، این توی مود ما نمیاد بچه ها. یه لحظه وایسید من تایم ویدیو طولانی نشه یه نگاه بندازم. خب بچه ها اینجا یه نکته ای رو اشتباه گفتم. ببینید این ستا کارتو گفته آقا شما میتونید مقاله هاش رو بخونید که مقاله جداگونه که ویدیوهاش رو دونه دونه براتون گذاشتیم. این داره رکورد میکنه. آره. و اینجا در مورد بیبی گابلین زومده توضیح داده، گفته آقا شما بیبی گابلین یک نیرویه که زمینی و هوایی رو میزنه، دارت پرت میکنه و عرضم به خدمتتون قابل استفاده توی ترافی رود و پس آف لجند نیست. نوشته شاید توی گلوبال تورنمنت و چالش ها گرند چلنج و اینجور داستان ها در دسترس باشه. خب این نکته ای که اینجا گفته. خب ولی این معلوم نیست برای چه زمانی تغییرش بدیم این داستانه. اینم از این که میتونید مقایسه هاشو تو لیول های 11 اینجا ببینید. گفتم مثل نکنین دقیقا مثل پرنسس تاوره، هم هیت پوینتش هم دمیجش همه چیش هم دی پی اسش. اینا هم که اومده مقایسه کرده با تاور تروپس های دیگه، گفته هرچند که نمیتونی توی پس آف لجن چه توی ترافی رود از گابلین بیبی نمیتونید استفاده کنید برای تاور تروپس، از اون تاور تروپس های دیگه دگر، کانونر و پرنسس تاور تو این مود نمیتونید استفاده کنید و خودش هم اینجا گفته دقیقا مثل پرنسس تاوره. گابلین کوین تاور، گابلین کوین تاور بچه ها هیت پوینتش 4000 و تو لول 11 آینا 4824، دمیجش 109، دی پی اسش هم 109. وقتی دمیج 109 دی پی اس هم 109 یعنی تو هر ثانیه فقط یه دونه میزنه، چون دمیج دی پی اس میشه دمیج پر سکند، دمیج در ثانیه. خب و عرضم به خدمتتون که دقیقا مثل خود کینگ تاور میمونه و هیچ فرقی با کینگ تاور نداره. پاز کنیم اینجا رو من معنی کنم تا ببینیم چی گفته. خب بچه ها این داستان یادتونه بهتون گفتم این خط پر بشه گوبلین پرت میکنه، اینجا اومده این توضیح داده شما چجوری میتونید اون خط رو پر کنید، خط سبز رنگ و اون گابلین ها پرت بشن از طرف کینگ تاور، اونم پرت میشه تو زمین حریف. اینجوریه که شما وقتی 20 اکسیر مختص گابلینز، اسپیر گابلینز، جاینت گابلین، گابلین گنگ، دارت گابلین، تمام ورژن های گابلین، باید 20 اکسیر از اینا خرج کنید.
مثال میزنم، مثلا یه گابلین جاینت، یه گوبلین گنگ میشه 9 تا اکسیر، یه گوبلین ارزم به خدمتتون، یه گوبلین خالی میشه چقدر؟ 11 تا اکسیر. و همین چرخه، باید 20 تا اکسیر پر بشه، وقتی پر بشه خودش پرت میکنه، دارت پرت نمیکنن و حالت شبیهشون حالت گابلینای چاقو داره. این نکته‌ای که اینجا گفتیم، واس ابیلیتیش باید 20 اکسیر خرج بکنید. حالا یه سری نیروها که گابلین دارن شامل این شمارش اکسیر نمیشن، مثل چی؟ لیستشون اینجاست دیگه، این گابلین، اسپیر گوبلین، دارت گوبلین، گوبلین گنگ، گوبلین جاینت، گوبلین دمولیشر، گوبلین هات، گوبلین کیج، گوبلین دریل، گوبلین برل، گوبلین کرس و گوبلین ماشین. این گوبلینا رو استفاده کنید اکسیرش حساب میشه. یه کارتایی مثل مورتار اِوولوشن، مثل راکت که استارش 3 استاره چون یه گوبلین سوارشه دیگه، و بولر. بولر بچه‌ها میدونید که یه گابلینه، بولر یه گابلینه، یه جنه. خب اینا اکسیرشون حساب نمیشه. و اینجا هم گفته اگه اعتراضی دارید میتونید برید اونجا اعتراضتون رو تجمیع کنید و شاید بررسی بشه، شاید هم بررسی نشه. بیبی گوبلین کانت چند تا گوبلین پرت میکنه؟ سقفش 8 است. هیت پوینتشون 151، هیت اسپیدشون 0.9 ثانیه است، دمیجشون 87، دمیج پر سکندشون 96. فقط تارگت های زمینی رو میزنن، خیلی سریعن و رنجشون میله شورت، یعنی درگیری رو در رو و نزدیک، یعنی باید خیلی به نزدیک به نیرو حریف، به نیروی حریف نزدیک باشن. اینم در مورد ابیلیتی گابلین کوین که کامل توضیح دادیم. و گفته بیبی گابلین، بذارید اینم معنی کنیم یه لحظه ببینیم چی میگه. گفته بیبی گابلینا یا همین گابلینایی که از سمت گوبلین کوین پرت میشه به سمت زمین حریف که گفتیم باید براش اکسیر گوبلین خرج کنید، دمیجشون، هیت پوینتشون نسبت به گوبلین معمولی کمتره، که همینجوری که اینجا هم دارید میبینید خودش بررسی کرده، نسبت به اسکلت قوی ترن، نسبت به خود گوبلین دمیجشون کمتره. و بریم سراغ نیو چست، که این چست فکر میکنم فقط توی مود، حالا بررسی میکنیم دیگه، تا اینجا که اومدیم مود گوبلین کوین جرنی رو بررسی کردیم. خب بچه ها در مورد این گابلین چستا که فقط توی گابلین کوین جرنیه، یعنی شما تو گابلین کوین جرنی که میای چستاش فرق داره، خب که همش چستایی که از توش کارت گابلین میاد و از هر رریتی میتونه باشه، یعنی کامن میتونه باشه، ریر میتونه باشه، لجند میتونه باشه. لجند الان تنها کارت گابلینی لجند ما، چقدر صدا میده بچه‌ها این بچه ای من به والله قسم روانمو سرویس کرده، کارت لجنده. خب اینجا اومده مقایسه کرده و عرضم به خدمتتون اینا رو دیگه ما نمیخوایم بررسی کنیم که آقا اومده گفته مثلا سایزش اگه اسمال باشه 3 ساعته است، میدیوم 8 ساعته و بیگ باشه 12 ساعته است، چه چیزایی احتمال داره توش بده، ایناست که ما اینا رو نمیخوایم زیاد بررسی کنیم. خب بچه اینجا اومده گابلین چست سامری یا چرخه سایکل چستا رو اومده توضیح داده. یه نکته اینجا گفت که نمیفهمم، نوشته آقا اگر گلدتون، یکی از راههایی که شما میتونید کارتای گابلین رو بگیرید، مخصوصا کارتای گابلین جدیدو که میاد به بازی، مثل گابلین کرس، گابلین ماشین و گابلین دمولیشر، اینا رو اگر میخواید زودتر دریافت کنید بعد توی گابلین کوین جرنی پلی بدید و چستاشو بگیرید و باز کنید. ولی یه نکته ای که اینجا گفته اگه گلدتون مکس 5 میلیون و داره سرریز میشه، یکی از راههایی که میتونید الیت والد کارت بگیرید این بحثه. خب چه مثلا این چستاش قراره با گلد باز شه، مثلا گلد بزنید سری باز شه؟ فکر نمی کنم. حالا اگه کسی این یه تیکر رو متوجه شد حتما توضیح بده. اینم گفته چرخه سایکل شما توضیح داده. از عرضم به خدمتتون یه سری تغییرات کوچیک و یه سری تعمیرات باگ وجود داره. یک بحث جدیدی به میستری باکس اضافه میشه و عرضم به خدمتتون گفته بود که این احتمالش بود ولی خب باگ داشت، ما این اومدیم رفع کردیم. گفت احتمالش هست بچه ها
که شما از توی میستری باکس یک کارت فول اِوولوشن بگیری از بین اِوولوشن هایی که دارید، البته باید لژند باشه. خب اون چستی، اون میستری باکسی که بازمین، بعد مودش یا اون تایپش لژندری باشه که بهتون فول اِوولوشن بده، که این به درد بچه‌ای میخوره که ندارن، به درد ماهایی که فول اِوویی نمیخوره، فقط همون الیت والد کارتش میخوره. بریم سراغ بعضی از تغییراتی که تو خود بازی احتمال داره اتفاق بیفته. اولیش کارت کالکشن فیلتره. خب بچه ها، این که من وسطش پاوز میکنم میخوام معنی کنم اشتباه نباشه، لپ مطلب رو بهتون برسونم. اینو یکی از بچه ها تو ایده ها گفته بود، تو پارت ایده ها گفته بود که آقا بشه دستبندی کنی. الان این فیلتر رو آورده بازی که شما میتونی بر اساس اِوولوشن، بر اساس آپگرید اویبل، بر اساس تروپس، بر اساس اسپل و بر اساس بیلدینگ بیای کارتاتو مرتب کنی. اینجوری جستجوی کارت برات ساده‌تره. اون آپگرید اویبل چیه؟ یعنی کارتایی که در شرف آپگرید کردنن. آقا مثلا یه کارتی فوله، میخوای ببینی کدوماست، دیگه نمیری پایین یا بر اساس لولش نمیکنی بری یک ساعت بگردی، سری دکمهشو میزنی و برات میاره. این ریپورت هم حالا یه داستان جدید براش آورده، میگه آقا حالا راحت هم میتونی ریپورت کنید که ریدم بس کلت با این اپدیتد. چست فرام کلموار که در مورد کلموار اینقدر تخمی هست، کلموار که اصلا برام مهم نیست. موردک اسلات گفته الان شما میتونید تا 30 تا دک بچینید، 10 تا بوده الان گفته حالا میتونید تا 30 تا دک بچینید. ترافی رود 10 تا، پس آف لجند 10 تا فکر کنم اینجوری باشه، و گابلین کوین هم 10 تا. اون 4 تا دکم برای کلموار داریم درسته؟ نمیدونم، بذارید اینو معنی کنم. بچه ها همینه، اینجا گفته 30 تا، 10 تاش که برای ترافی روده، پس آف لجند و گابلین کوین جرنی هم که کلا میتونید دکای جداگونه براش بچینید، و گفته 4 تا دکم داریم که برای بند کردن و ایناست. و بحث تسلا پالسه که بعد از اینکه میمیره اونم اومدن اوکیش کردن، دمیج مولتیپلایرز فیکس. اون دمیج مولتیپلایر هم برای مانکو برای نایت اِوولوشن اومدن درست کردن، دوال بتل کانت. اینا زیاد برام مهم نیست. و ان من انیمور یه سری تغییرات، ببینیم اینجا چی گفته. گفته یه سری تغییراتی دادیم تو بازی از نظر گرافیکی، مثلا برای این بحث مثلا اومده گفته آقا شما دیگه نمیخواد اینجا بهت نشون نمیده، اینجا زیرش خطشو پر کرده که شما 6 تا شاردو مثلا پر کردی به عنوان مثال، یا چند درصد شاردو اینو پر کردی. از این سبک تغییرات لودینگ اسکرین هم بچه بعد از آپدیت این شکلی میشه. این آرنا فکر کنم آرنای سه تا آرنای جداگون، چند تا آرنا داریم؟ آها ببخشید 1 و 2 و 3 و 4، این 4 تا آرنای بازی برای گابلین کوین جرنی، آرنای 1، آرنای 2، آرنای 3 و آرنای 4. تاور اسکین هم بچه ها گابلین ماینه که اینم فکر کنم به صورت رایگان در اختیارمون قرار بگیره، چون اگر خرید در اون برنامه بود برامون اینجا میزد. اینا همش 17 جوانه، یعنی کلن ربطی به سیزن نداره، سیزن بعد هنوز خیلی ازش مونده. و بتل بنر هم که اینجا دارید میبینید چند تا بتل بنر جداگونه داریم که اضافه میشه. و دیگه ایموتا هم بچه ها گابلین کوین جرنی، گابلین کوین کرای، گابلین کوین لف، گابلین کوین تامز داون، که اینا حالا یکی از این ایموتا که 100% برای اون مرحله آخره، یکیش هم احتمالا برای وسطای گابلین کوین جرنیه، اون بحث ترافیش که میریم پلا جادهی که داریم رد میکنیم اینجوریه، و احتمالا اکثرانش رایگان باشه، یعنی اگه خریدی در اون برنامه بود قطعا جلوش میزد آی یه همچی چیزی میزنه که خرید در اون برنامه ای حساب میشه.
اینم از بحث گابلین کوین و مودی که 17 جوان دوشنبه به بازی اضافه میشه. امیدوارم که نمیدونم، مشکل الان خیلی عجیب تر از گابلین کوین جرنی و این داستان است. مشکل خود گیمه بچه ها، بازی بالانس نیست، این کلیتشه. بازم اگه نظری چیزی داشتید کامنت کنید، جایی رو اگر اشتباه گفتم حتما تصحیحش کنید، نظر لطفتونه که اصلاح میکنید اشتباهات منو. ولی خب پاز کردم تا اونجایی که میشد درست براتون ترجمه کنم. امیدوارم لذت برده باشید. خیلی مخلصم، فراتون بشم. یعنی مدام